جریان اعطای هدایا از سوی مسئولان اداره محلی به برندگان مسابقه آثار هنری، مسابقه‌ای که در آن 42 هنرمند با اثرهایشان اشتراک کردند و نمایشگاهی که در آن بیش از 70 اثر هنری به نمایش گذاشته شده است. شماره از هنرمندان در این ولایت میگویند برگزاری این گونه برنامه را جهت رشد هنر و هنرمندان بامیانی مؤثر میدانند. ما خیلی خرسندیم از نهادهای حکومتی، از مسئولین که همچون نمایشگاه هایی را در سطح یک اجتماع برگزار میکنه و چیشه پیامدهایش روی ما ایست که ما میتونیم که وقتی روی ما این همه تلاش شوه ما یک انگیزه خاصی از این نمایشگاه میگیریم و میتونیم در آینده های نزدیک بیشتر و بیشتر تلاش بکنیم و تلاش ما منجر به این شوه که ما بتونیم از درون این همه مردم یکی از اثرهای نابی را انتخاب بکنیم و او را در قالب فریم بندازیم و او را به مردم عرضه کنیم. می توانیم اگر از ما هنرمندا به صورت درست واقعا قابل ملاحظه بتواند حمایت بکند، ما در آینده انشاءالله می توانیم که شاهدی خیلی دستاوردهای ملی و بین المللی باشیم. با این حال مسئولان اداره محلی ولایت بامیان حمایتشان را از جوانان هنرمند اعلام نموده و از آنان خواستند که در ساخت آثار هنری که فرهنگ اسلامی را انعکاس دهند تلاش نمایند. از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ ما امرایتان وعده میکنم که انشاءالله ریاست اطلاعات فرهنگ خانه خودتان استک، دفتر خودتان استک، دروازه همیشه با پیش شما باز خواهد بود. هر مشکلی که شما داشتین شما آمده میتونین، ما انشاءالله که ازتان حمایت میکنیم. باید ما و شما کوشش کنیم که در هر میدان دشمن را شکست بتوانیم او بدهیم. او در وحدت است. امروز مسلمان که در هر جای مغلوب است به خاطر اختلافات. دشمن کوشش میکنه که یک مسلمان به دیگر مسلمان بزنه، به یک نام به دیگر نام. شما خواهش مایی است که باید ما و شما یک به دیگر دست بدهیم، تمام اختلافات قومی و مذهبی و لسانی و مذهبی بمانیم. برگزاری برنامه نمایشگاه آثار هنری در ولایت بامیان امیدها را در دل جوانان بامیانی زنده کرده است. با این حال آنان از مسئولین می خواهند تا در آینده مشوق برنامه های اینچنینی باشند.